سرخط خبرها. مسمومیت ده‌ها کودک دانش آموز در ولایت هرات. علت مسمومیت این دانش آموزان انتشار نوعی گاز عنوان شده است. بازداشت یکی از بزرگترین شبکه‌های هراس‌افکنی در کابل. این گروه 30 نفره در چندین حمله تروریستی دست داشته است. هشدار بی‌پیشینه آمریکا و پاکستان. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید اگر فعالیت شبکه حقانی در پاکستان متوقف نشود، آمریکا واکنش نشان خواهد داد. و کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در تازه‌ترین حملات سعودی به یمن. سازمان عفو بین‌الملل این حملات را جنایت جنگی دانست. به نام خدا و سلام و صلوات بر روان پاک حضرت پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان، خوش آمدید به خبرهای نهم سنبله و 31 آگوست سال 2015 میلادی. مشروع خبرها. بیش از 100 تن از دانش آموزان یک مکتب دخترانه در منطقه شهرک حبیب المصطفی واقع در ناحیه نهم شهر هرات در اثر استشمام گاز سمی دچار مسمومیت شدند. مسئولان شفاخانه مرکزی هرات وضعیت عمومی این دانش آموزان را رضایت بخش توصیف کردند. در همین حال عبدالرازق احمدی رئیس معارف هرات میگوید احتمال می‌رود این رویداد به گونه عمدی از سوی برخی جریان‌ها به خاطر تهدید معارف صورت گرفته باشد. بیشتر مجروحان این حادثه دانش آموزان دوره متوسطه این مکتب هستند. حمله انتحاری یا انفجاری رخ نداده. این آمبولانس ها دانش آموزانی را به شفاخانه مرکزی هرات انتقال می دهند که گفته می شود در اثر استشمام یک نوع گاز سمی دچار مسمومیت شدند. بیشتر افراد مسموم شده دانش آموزان دوره متوسطه یک مکتب دخترانه هستند. زهرا یکی از دانش آموزان این مکتب است. با چهره گریان آنچه را که بر وی گذشته روایت می کند. من رفتم مکتب، بسته سالون بوی می داد. باز اینجا به داخل رفتم، باز وقتی که رخصت شدم یک دفعه که دل به بچ دل به بچ شد. بوی بد بود، سرم درد گرفت، رفتم خانه بود. دوباره سرم خیلی درد میکرد، شکم دستم شل شده بود. این حادثه حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه شهرک حبیب المصطفی در نزدیکی منطقه جبرئیل هرات رخ داده. با گذشت هر دقیقه آمبولانس ها یکی پی دیگری دانش آموزان مسموم شده را به شفاخانه هرات می آورند. آمار آسیب دیدگان هم هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. به اساس گفته معلمان این مکتب ابتدا گازی سمی در یکی از صنف ها منتشر شده و پس از مدتی تمامی مکتب را فرا گرفته است. یک صف ما بو میداد، صف 5 ما خیلی بو میداد. باز دیگه شاگردا دوباره بیرون کردیم اینا داخل یک صف دیگه شدن. باز دیدیم کم کم همه فضا پیچیده شد دیگه، همه بو توی همه فضای مکتب پیچید. تا کنون علت اصلی انتشار گاز در این مکتب مشخص نشده. پلیس هرات اما گفته برای معلوم شدن چگونگی رویداد تحقیقات خود را آغاز کرده است. حالا رئیس معارف هرات برای بررسی این مسئله به شفاخانه مرکزی هرات آمده. به باور عبدالرزاق احمدی این حادثه را جریان هایی که میخواهند معارف را تهدید نمایند به گونه عمدی انجام دادند. متاسفانه این موارد در حال تکرار شدنه. این نشان میده که جریانات کار میکنن که این موارد انجام بدن و معارف ما را تهدید بکنن. انشالله که ما انتظار داریم از مسئولین امنیت ملی که عوامل از او بسیار جدی تعقیب بشه. اگر عوامل بیرونی باشه، یقینا اگر عوامل محیطی بوده باشه، در اولین فرصت بخش حفاظت و مسئولیت معارف و مسئولین زیرفت در او تصمیم میگیرن که تمام تدابیر امنیتی لازم در او قسمت به کار بگیرن که این حادثات تکرار نشه. این یکی از اولیای دانش آموزان است. با شنیدن خبر مسموم شدن جگرگوشش به این حالت افتاده. مانند او چند تن دیگر از اولیای دانش آموزان نیز که در اثر استشمام گاز مسموم شدند اینجا تحت درمان قرار گرفتند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مسئولان شفاخانه مرکزی هرات، بیش از 120 تن در اثر این رویداد دچار مسمومیت شدند. اعضای خود کسایی که در جوار این مکتب بوده باش داشتند
استاف مکتب و همچنان دانش آموزایی که در مکتب مصروف فراگیری درس بودن، متاسفانه در اثر استنشاق یک نوع گازی که در روزهای منتشر شده بوده دچار مسمومیت به درجات مختلفه شدند. این برای نخستین بار نیست که دانش آموزان دختر در هرات دچار مسمومیت می شوند. از آغاز سال تعلیمی جدید دست کم دانش آموزان دو مکتب دیگر در دو منطقه مختلف هرات به همین شکل و توسط یک نوع گاز سمیم مسموم شدند. حالا ادامه این روند زنگ خطری را در معارف هرات به صدا در آورده است. با این حال مسئولان ریاست معارف از تشکیل هیئتی متشکل از اداره های مختلف دولتی برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند این خبر دادند. آخرین هواپیمای حاجیان ولایت هرات امروز به سوی مکه معظمه پرواز کرد. مسئولان انتقال حجاج میگویند که ریاست ارشاد حج و اوقاف برای هر 50 حاجی یک معلم در نظر گرفته تا حاجیان را در اجرای مراسم حج شریف راهنمایی کند. همچنین یک تیم طبی از سوی ریاست صحت عامه برای حاجیان در نظر گرفته شده تا خدمات صحی را برای حاجیان ارائه نمایند. این در حالی است که در سالهای گذشته حاجیان با مشکلات زیادی روبرو بودند، اما امسال ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات برای حاجیان سهولت‌های بیشتری را مهیا نموده است. مسئله شکایتی که حجاج بعضاً داشتن در قسمت معلمین یا مرشدین حج، بعضاً شکایتی دیده میشه در قسمت دوری و فاصله و تعمیرهایی که برای حجاج گرفته میشه، اینها بعضی سالا از این نوعیت چی دارن، شکایت های دارن. در قسمت نقل و انتقالات، بازگشت و اینا، طبعا شما میفهمید که به اون اندازه تیارهایی که ما دارن میاری نیست. دیگه به سلامتی میرن، به سلامتی برمیگردن. بایی که مشکلات در هم زمین ها هست ما رد نمیکارین، اما سهولت های هم نسبت به سالهای گذشته هر سال که میگذره ما سهولت‌های بیشتری در عرصه میبینیم. حج یکی از بناهای دین مبین اسلام است. دین مبین اسلام بر 5 بنا گذاشته شده، یکی از اون بناها حج است و ما حالا این هنگام غروب برای تنظیم حجاج و انتقال حجاج به حرمین شریفین آمدیم و در کنار حجاج انشاءالله تعالی امیدواریم تا آخر در خدمت حجاج باشیم و حالا هم تعداد از حجاج سوار بر موترها شدن تا به میدان هوایی انتقال پیدا کنند. یک تعداد موندن که با موتر آخر انشاءالله انتقال پیدا می کنند. امیدواریم که خدای متعال ما را و همه این حجاج را در این سفر یاری کند و همکاری کند با ما که بتوانیم این سفر معنوی و این سفر عبادی را به خوبی انشاءالله تعالی انجام بدهیم و امیدواریم که خدای متعال این سفر را به همه آرزومندان به ویژه اونهایی که به ما التماس دعا گفتن خدای متعال به اونها هم روزی بفرماید. برنامه دادخواهی شورای کودکان هرات امروز به کارش آغاز نمود. از 1.5 سال به این سو کودکان با همکاری نهادهای بیرونی شوراهایی را در 15 ناحیه شهر و 3 ولسوالی هرات برای پشتیبانی و حمایت از کودکان پایه‌گذاری کردند. کار این شوراها بررسی چگونگی کودکان در مناطق و محلشان است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور اعلام کرده که وضعیت کودکان به دلیل گسترده تر شدن دامنه جنگ وخیم تر شده است. کودکانی که ظاهراً امیدواریشان به بزرگان زیاد نیست، خودشان برای رفع مشکلاتشان آستین بالا زدند. آنان با تشکیل شوراهای کودکان کار دادخواهی خود را از امروز آغاز نمودند. هر شورا 10 تا 11 عضو دارد. اعضای این شوراها متشکل از کودکان خود همان ناحیه ها هستند. کار آنان این است تا چالش ها و دشواری هایی که کودکان محیط زندگیشان دارند را بررسی کنند و سپس به نهادهای پشتیبان بسپارندشان. آنان در هر ماه جلسه برگزار می کنند. خوشبختانه تونستیم موفق بشیم و تونستیم زمینه تعلیم و تربیت برای از اونا مسلط بسازیم و بالاخره اونا رو امید بدیم به نوعی برای از اونا بفهمانیم که شما آینده ساز از این کشور هستین. اگر شما بخواین به راه منحرف نره میتونیم آینده از این کشور رو تغییر بدیم. امروز از ما بتونیم از حقوق خود دفاع کنیم، از اطفال کم سن سال ما هستن، از ما خردتر هستن و به این مشکلات دچار شدن ما از اینا دفاع بکنیم. و خوشبختانه امروز پیشرفت بسیار کردیم و تا به حال هم کودکای زیادی را از این مشکلات نجات دادیم. بیشترین کاری که این شوراها تا کنون انجام دادند در بخش آموزش و پرورش بوده است. گفته می شود این شوراها به 60 مورد رسیدگی شده که بیشتر کودکان بازمانده از آموزش بودند.
امید وکیلزاده برگزار کننده این برنامه درباره تشکیل شوراهای کودکان گفت این شوراها در 15 ناحیه و 3 ولسوالی کرخ، انجیل و گذره پایه‌گذاری شده است. او ابراز امیدواری کرد تا این برنامه بتواند دست کم بخش کوچک از دشواری‌های فراروی کودکان را برطرف کند. تقریبا از سال 2015 میلادی تا فی الحال چیزی در حدود 60 کیس خشونت ارجاع شده که اکثر موارد در قسمت یک از حقوق اطفال که حق تعلیم این حق نقض شده بود، ما در قسمت از این حق رسیدگی کردیم که چیزی در حدود 60 نفر ثبت نام شدن و راجستر شدن به مکاتب خود که اینا مشکلات از قبیل در واقع نگذاشتن فامیلایشان که اینا رو به مکتب نمیگذاشتن یا که مسائل اداری کسی نبوده که پیش ببره. شوراهای کودکان از یک سال و نیم به این سوست که کار خود را آغاز کردند. اکنون آنون پس از این زمان برنامه دادخواهی راه انداختند تا هم کارهایی که انجام دادن بگویند و هم از دشواری های بازگو شده کودکان. ولی جنگ همچنان سدی بلند برای رشد کودکان است. مسئولان بخش پشتیبانی از کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب کشور میگویند که بیشتر مکاتب در روستاهای دوردست در ولایت‌های غربی درشان بسته است و کودکان از آموزش باز میمانند. وضعیت امنیتی افغانستان وضعیت نامناسب هست. طبیعتا سر اطفال هم تاثیرات منفی خود میگذاره. امروز وضعیت اطفال ما با کمال تاسف همینطور که وضعیت امنیتی روز به روز خراب میشه، وضعیت اطفال هم با مشکلات زیاد برمیخوره. یعنی بیبودی در وضعیت اطفال ما نمیبینیم، روز به روز وضعیت اطفال خراب میشه. همواره نگرانی ها از بازماندن کودکان از آموزش بوده است. قاچاق کودکان، سوء استفاده از آنان در زمینه‌های گوناگون مانند جابجایی مواد مخدر و گدایی و همچنین انجام کارهای سخت از جمله مواردی است که نگرانی‌های جدی نهادهای پشتیبان از کودکان را به همراه داشته است. افزایش کودکان خیابانی هم در این سال‌ها به این دشواری‌ها افزوده که خود چالش دیگر برای آینده کشور است. یکی از بزرگترین شبکه‌های تروریستی فعال در کابل از سوی منصوبان ریاست عمومی امنیت ملی در کابل بازداشت شدند. در این شبکه تروریستی 30 تن عضویت داشتند و چندین حمله تروریستی را تاکنون در کابل انجام داده بودند. این افراد در نظر داشتند تا در روزهای پیش رو نیز چندین حمله هراس‌افکنانه را در کابل انجام دهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 30 تن از اعضای شبکه تروریستی حقانی و شورای پشاور در پیوند به حمله خونین اخیر در کابل خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که امروز دوشنبه از سوی ریاست عمومی به نشر رسیده آمده است که 26 تن از این افراد در پیوند به 4 حمله اخیر کابل، شاه شهید، میدان هوایی، مکرویان و شورای ملی بازداشت شدند. دو تن از مسئولان شبکه تروریستی قاری جانان، ولسوال نامنهاد شورای پشاور برای ولسوالی ده سبز کابل با همراهانش اسرار احمد، ملک و مصطفی از سردسته های گروه حقانی حمله در شاه شهید، حمله میدان هوایی و مکریان را سازماندهی و عملی کردند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید گروه بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه‌های هراس‌افکن در کابل بوده و تصمیم داشتند 13 برنامه هراس‌افکنانه دیگر را در شهر کابل انجام دهند. اونا مطربه مجبور کرده بود در غزنی مصطفی و ملک مطربه مورده بود. ما در پشاور بودیم، از به اسم خراسانی که معاونی اصلی قاری اسحاق هست و گفت یک پلان است در کابل تو برو و اگه دام مشکل بود که تشان همکاری بکو. میروه ایس را پیدا سه میروه ایس را اگه سی اگه تا با سبا لر سه کوری سنگی تا حالتی ولک دی تا نمبر میور کرده دا اتا تلیفون که بی تا تا با یه واسکر در کی واسکر تیغه که سر مرتبه تره اتی موتر که ویزی چیزو زی تکسی موتر کرایی اون پیدا که زی شا مخی سید که کینه ولما فیدایی پومنس که کنو یا خوزی و رحمن که نسته بل خواهی میروائیس که نسته میروائیس چه براقه ما تو ویلی وی نزی و گفتم دی پولی اک پیسگی در تلیفونی را تو که ما تو ویلی دا مازیت ابو فضل وینی دا شیگان و جماعت دا ملو وی دا غیتا دسی سنگ کارو کو سی مونگل تیو سلو پینزن افر جر کو اهداف بعدی این حراس افکنان برای حمله کاخ ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع ملی، سفارت آمریکا، فرماندهی پلیس کابل، شورای ملی و دانشگاه خاتم النبیین بوده، اما پیش از اقدام توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند.
ریاست امنیت ملی میگوید که در دو هفته اخیر دو موتر باربری مملو از مواد انفجاری را که حدود 13 تن مواد انفجاری در آن جابجا شده قرار بود از پکتیا به ولایت‌های مرکزی انتقال یابد، کشف و متوقف ساخته است. این مواد نیز قرار بوده تا به همین افراد بازداشت شده رسانیده شود. کابل در هفته‌های اخیر شاهد خونین‌ترین حمله‌های هراس‌افکنانه بود و حمله‌هایی در شاه شهید، اکادمی پلیس، قصبه، مکریان و فرودگاه کابل رخ داد که صدها در آن کشته و زخمی گردیدند. حمله در شاه شهید از مهمترین حمله ها بود که گفته شده در آن حدود 20 تن کشته و 400 نفر دیگر زخمی گردیدند و همچنان میلیون ها دلار زیان مالی نیز به شهروندان وارد شده است. آمریکا از پاکستان خواسته است تا جلو فعالیت های هراس افکنان در خاک این کشور را بگیرد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان از فعالیت آزادانه شبکه هراس افکن حقانی در خاک پاکستان و عبور آنان به افغانستان به شدت انتقاد نموده است. در همین حال ریاست اجرائیه حکومت میگوید که از این پس نقش پاکستان در گفتگوهای صلح محدود خواهد بود و این کشور نمیتواند میانجی صلح باشد. ایالات متحده یا آمریکا ضمن نگرانی در مورد استفاده هراس افکنان از خاک پاکستان در برابر افغانستان از اسلام آباد خواسته است تا کابل را در راه اندازی دوباره گفتگوهای صلح همکاری کند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز گذشته طی سفری به پاکستان رفت، با نواز شریف نخست وزیر و راحل شریف رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرده است. خانم رایس در دیدار با مقام‌های پاکستانی خاطر نشان ساخته که هراس افکنان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و این موضوع مایه نگرانی واشنگتن است. رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که رایس دوام این وضعیت را به ضرر پاکستان دانسته. گفته است که بر روابط اسلام آباد با کشورهای همسایه‌اش و همچنان آمریکا تأثیر خواهد داشت. این در حالی است که چندی پیش گزارش‌هایی از قطع کمک‌های آمریکا به پاکستان به دلیل عدم اقدام صادقانه این کشور در برابر شبکه حقانی و دیگر گروه‌های هراس افکن به نشر رسید. در همین حال ریاست اجرایی حکومت می‌گوید که اگر دور بعدی گفتگوهای صلح آغاز شود، ابتکار عمل به دست افغانستان بوده و از پاکستان خواسته نخواهد شد که میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح میانجیگری کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت امروز به رسانه‌ها گفت که تلاش بر این است که تیرگی به وجود آمده در روابط افغانستان و پاکستان از راه‌های دیپلماتیک حل گردد و دو کشور من حیث همسایگان خوب در برابر تروریسم مبارزه صادقانه نمایند. فیصل افزود خواستهایی که حکومت افغانستان از پاکستان دارد مشخص و واضح است و باید پاکستان به تعهداتش عمل کند. اگر قرار باشه که روند دوم گفتگوهای صلح هم آغاز شود، او به رهبری و مالکیت افغانستان می باشد. ما از پاکستان هیچ توقع نداریم و از نو نمی خواهیم که باز هم بین افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان افغانی منجیگری کنیم. اولین دور گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و نمایندگان طالبان در ماه سرطان امسال با میزبانی پاکستان و تحت نظارت آمریکا و چین در اسلام آباد دایر شد و قرار بود که دور دوم مذاکرات در 8 اسد در چین و یا پاکستان برگزار شود که موضوع آتش‌بس نیز شامل آن بود. اما این گفتگوها پس از نشر گزارشات در مورد مرگ ملا محمد عمر به تعویق افتاد. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند. جلسه ائمه جماعت امروز با حضور شماری از ائمه جماعت و بزرگان در مدرسه علمیه صادقیه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه یکی از ائمه جماعت در مورد مسجد محلشان صحبت نمودند. سپس حجت الاسلام نعمت الله شیخزاده به ایراد سخن پرداختند و برای حاضرین در جلسه در مورد نماز و فضیلت های آن صحبت نمودند. آقای شیخزاده در مورد درست خواندن نماز تاکید نمودند و از امامان مساجد خواست که در مورد شیوه درست نماز و تلفظ درست کلمات برای نمازگزاران در مساجدشان صحبت نمایند. جلسه ائمه جماعت هر هفته روزهای دوشنبه در مدرسه علمیه صادقیه برگزار می‌گردد. مسئولان در ریاست اجرایی کشور می‌گویند که برخی مسائل سیاسی موجود در توزیع شناسنامه برقی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور حل شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در حاشیه نشست هفتهوار شورای وزیران به خبرنگاران گفت برخی مسائل سیاسی موجود در توزیع شناسنامه‌های الکترونیک بین رئیس جمهور و ریاست اجرایی حل شده و پروسه توزیع به زودی آغاز می‌شود.
حضرت ولی هوتک رئیس اطلاعات فرهنگ کندهار بامداد امروز مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. صمیم اخبلواک سخنگوی والی کندهار زخمی شدن هوتک را تایید کرده است. پلیس کندهار میگوید که افراد مسلح موتورسایکل سوار هنگامی که رئیس اطلاعات فرهنگ با موترش به طرف دفتر روان بود، او را در مرکز کندهار مورد حمله قرار دادند. به گفته پلیس، رئیس اطلاعات فرهنگ در نتیجه این حمله مسلحانه به شدت زخمی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در طرح ارائه شده از سوی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و حکومت موارد تازه دیده نمی شود. از سوی هم این کمیسیون برخی از موارد طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را با توجه به شرایط کنونی کشور غیر قابل تطبیق می داند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه‌ها گفته است که نظام انتخاباتی به دلیل نبود احصائیه دقیق برای کوتاه مدت قابل تغییر نیست و باطل شدن کارت‌های رای‌دهی و کاهش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز نمی‌تواند به دلیل موجودیت ناامنی و نافذ بودن قانون انتخابات به زودی عملی شود. در تازه ترین حملات عربستان سعودی به یمن 36 غیر نظامی جان باختند. این غیر نظامیان کارگران یک شرکت ساخت بوتل آب بودند که در جریان حمله مشغول کار در این کارخانه بودند. در همین حال سازمان عفو بین الملل گفته است این حملات عربستان می تواند جنایات ضد بشری محسوب شود. اینها یمنی هایی هستند که ماها می شود یک روز خوش ندارند و کشتار آنان به دست جنگنده های عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. عملیات دیروز یکشنبه جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن جان ده ها غیر نظامی را گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و ساکنان محلی گزارش داد 36 کارگر یک کارخانه بوتلسازی در ولایت شمالی حجه در بمباران جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان جان خود را از دست دادند. یک از ساکنان محل می گوید که این حمله فقط جان غیر نظامیان را گرفته است. اینجا یک کارخانه تولید بوتل آب است. در اینجا هیچ حوثی وجود ندارد. شب گذشته جنگنده های سعودی این کارخانه را بمباران کردند و بیش از 30 تن از همکاران ما را بیگناه به قتل رساندند. در همین حال سازمان عفو بین الملل اخیراً در گزارش اعلام کرد تلفات غیر نظامیان عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان علیه یمنی ها می تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشود. دیدبان حقوق بشر نیز اخیراً اعلام کرد ائتلاف تحت رهبری عربستان در نبرد با حوثی ها از بمب های خوشه‌ای استفاده کرده است. حمله های هوایی ائتلاف در شهر تائز روز جمعه سبب مرگ 65 نفر که بیشتر غیر نظامی بودند شد. در ماه جنوری نیز در بمباران یک کارخانه تولید شیر 65 نفر از جمله 10 کودک جان خود را از دست دادند. خشونت و خونریزی در یمن در 5 ماه گذشته سبب مرگ بیش از 4300 نفر شده است. انفجاری در برابر پارلمان اوکراین در کیف پایتخت دست کم 10 زخمی از جمله چند مامور پلیس بر جای گذاشت. این انفجار در خلال درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان خشمگین که در برابر پارلمان تجمع کرده بودند رخ داد. پلیس مانع از ورود تظاهرکنندگان به داخل پارلمان شد و تظاهرکنندگان نیز به سوی پارلمان سنگ پرتاب کردند. این حادثه درست پس از آن به وقوع پیوست که پارلمان اوکراین طرح اصلاحات در قانون اساسی را به تصویب رساند. هدف از این اصلاحات اعطای خودمختاری بیشتر به سرزمین‌های شرقی که تحت حمایت روسیه عنوان شده است بوده. 226 تن از 265 نمایندگان پارلمان موافقت خود را با این طرح اعلام کردند. تظاهرکنندگان تصمیم پارلمان را خیانت به کشور و به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌دانند. فعالان سوری و ساکنان محلی از تخریب وسیع معبد 2000 ساله بل در شهر پالمیرا بر اثر بمب‌گذاری‌های گروه داعش در سوریه خبر دادند. رئیس اداره موزه ها و اشیای تاریخی دمشق در این باره گفته است که دامنه تخریب ناشی از بمب‌گذاری در نزدیکی معبد باستانی نامعلوم است. فعالان و شاهدان عینی میگویند که نیروهای داعش بخشی از یک معبد دیگر در محوطه باستانی پالمیرا را تخریب کردند.
ابعاد خسارت وارده به مبعد بولشیمین هنوز روشن نیست، اما ساکنان وقوع یک انفجار عظیم را در آنجا گزارش می‌کنند. یک هفته پیش داعش عکس‌هایی از آنچه به نظر می‌رسید روند تخریب معبد بل در پالمیرا باشد منتشر کرد. داعش کنترل پالمیرا را در ماه می سال روان به دست گرفت که باعث نگرانی شدید در مورد سرنوشت این محفظه ارزشمند باستانی شد. این معبد که قدیمی ترین معبد خاورمیانه شناخته می شد به خدایان پالمیرایی پیشکش شده بود و یکی از سالم‌ترین بخش‌های محوطه بود. شهر مدرنی که امروز کنار پالمیرا قرار دارد، تدمر در ناحیه استراتژیک میان جاده دمشق پایتخت و شهر دیرارزور در شرق کشور قرار دارد. این شهر باستانی یکی از مراکز مهم فرهنگی جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارد. یونسکو سازمان فرهنگی ملل متحد تخریب عامدانه میراث فرهنگی سوریه را به عنوان جنایت جنگی محکوم کرده است. داعش قبلا چند محفظه باستانی دوره پیش از اسلام را در عراق تخریب کرده چون آنها را نشانه شرک می‌داند. پلیس تایلند مجوز پیگرد دو مظنون دیگر را در ارتباط با مرگبارترین بمبگذاری این کشور صادر کرد. این دو مظنون که یک زن تایلندی 26 ساله و یک مرد 40 ساله خارجی هستند، در پی جستجوی یک آپارتمان که در آن مواد شیمیایی، ساعت‌های دیجیتالی و چاشنی‌های مواد منفجره کشف شده تحت تعقیب قرار گرفتند. این بررسی‌ها در پی هجوم دیروز پلیس با آپارتمانی دیگر صورت گرفت که در آن یک فرد خارجی بازداشت و مقداری مواد منفجره و چند پاسپورت نیز کشف شد. بمب‌گذاری روز 17 ماه آگوست در یک معبد هندو در بانکوک 20 تن را کشت و بیش از 100 تن دیگر را نیز زخمی کرد. 14 خارجی که 7 تن از آنان اهل چین و هنگ کنگ بودند در میان قربانیان این حادثه دیده می‌شوند. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات تقدیمتان می شود. فردا سه‌شنبه آسمان کابل آفتابی، بالاترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11. هرات آفتابی، بالاترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی، بالاترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 33. قندهار آفتابی، بالاترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 15. جلال آباد آفتابی، بالاترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. قزنی آفتابی، بالاترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8. و سرانجام بامیان آفتابی، بالاترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. یک دلار آمریکایی خرید 64 افغانی و 40 پول، فروش 64 افغانی و 50 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 72 افغانی، فروش 72 افغانی و 50 پول. یک پوند انگلیس خرید 98 افغانی، فروش 98 افغانی و 50 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 19 افغانی، فروش 19 افغانی و 10 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 614 افغانی، فروش 615 افغانی. 1000 روپی هندی خرید 980 افغانی، فروش 990 افغانی. یک درهم امارات خرید 17 افغانی و 30 پول، فروش 17 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 16 افغانی و 90 پول، فروش 17 افغانی. در پایان یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بازگو می‌کنم. مسمومیت ده‌ها کودک دانش آموز در ولایت هرات. علت مسمومیت این دانش آموزان انتشار نوعی گاز عنوان شده است. بازداشت یکی از بزرگترین شبکه‌های هراس‌افکنی در کابل. این گروه 30 نفره در چندین حمله تروریستی دست داشته است. هشدار بی‌پیشینه آمریکا و پاکستان. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید اگر فعالیت شبکه حقانی در پاکستان متوقف نشود، آمریکا واکنش نشان خواهد داد. و کشته شدن ده ها غیر نظامی در تازه ترین حملات سعودی به یمن.
سازمان عفو بین الملل این حملات را جنایت جنگی دانست. بینندگان عزیز، این بود بسته خبری که خدمت شما تقدیم شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. سپاس از همراهیتان.